حاشیه های حمله مطربم گزاری شده در کنار یک واحد نظامی امنیتی ملی در میدان وردک اعلام شد. امنیتی ملی میگوید پیش از انفجار مطربم گزاری شده هاموی شناسایی شده بود، اما این واسطه به دلیل اینکه زیرهی بود توانست تا درب قرارگاه خود را برساند. سه مهاجم دیگر که پس از انفجار هاموی قصد داخل شدن به قرارگاه را داشتند از پا درآورده شدند. با اساس آمارهای تازه شمار جان باختگان این حمله گروهی به 36 تن رسیده و زخمی ها 58 تن گفته شده است. نور برنامه و پلان نه هم شده دیش تو وکول شو د افغانستان که هغه ترسی شبکه چې هغه فعالیت کی یا هم ترسان و د افغانستان د خلکو دښمنان او طالبان نور هم تضیف شي په دې ورسته کې تاسو وکتل چې کوټلی ګامونه د دغه ترسان او ترسی شبکو تضیف باره کې خسل شوی دی چې هغه تهاجمی یا تعارضی عملیات. شهروندان کشور حملات انتحاری بر مراکز امنیتی را با انتقاد یاد می کنند. دولت خپل امنیت نسینی ولا نمنګ وڅنګ امنیت ونیسی نو لا دولت نه مخاهش د سیروزی کوڅه په کوڅه منطقه په منطقه وګرځي امنیت ونیسی تامین کی حوزه امنیتی او سیاسی بسیار خراب است. ما می جوانان نمیتونند درست تحصیل کنند، درس بخوانند. دو سال پیش نیز در ماه حمل دو مهاجم انتحاری بر ساختمان واحد محافظت رجال برجسته در کابل حمله کردند. مهاجم اول موتر پر از مواد منفجره در کنار این اداره منفجر کرد و سپس مهاجم دوم به ساختمان وارد شد. در این حمله شمار جان باخته ها به 64 نفر و شمار زخمی ها به 347 نفر رسیده بود. تکرار این گونه حملات واکنش برخی از آگاهان نظامی را برانگیخته است. اگر یک حمله بالا یک پوسته صورت میگیره باید بسیار تحقیق قوی و جدی صورت بگیره تا علل و عواملی که او پوسته سقوط میکنه یا دوی تلفات انسانی رخ میده باید مشخص شود و مسئولین به مجازات کشانده شود. در کنار دیگر رسانه ها آژانس خبری روی ترز گزارش داده است که در حمله مطربم بر مرکز ریاست امنیتی ملی در ولایت میدان وردک 120 تن جان باختند.